در اینجا به چند گزارش هنری میپردازیم. گروه سمفونیک ایست بی در اوکلند کالیفرنیا برای دومین بار و به مناسبت نوروز کنسرتی اجرا کرد که در اون شماری از آهنگهای هنرمندان و آهنگسازان ایرانی نواخته شد. هزاران نفر در این کنسرت شرکت داشتند. مونالیزا خبرنگار بخش فارسی صدای آمریکا با حضور در صحنه گزارشی برای شما بینندگان عزیز تهیه کرده که توجه شما رو به اون جلب میکنم. یک روز پیش از برگزاری کنسرت آهنگ‌های از ایران، اعضای ارکستر سمفونی ایست بی در اوکلند به همراه سیروس بروخیم ویولونیست، آرش امینی نوازنده ویولونسل و تارا کمانگر پیانیست قطعه تریپل کنسرتوی بتوون را به طور تمرینی نواختند. I consider this piece actually one of the greatest concertos ever written. آرش امینی میگوید به نظر من این قطعه یکی از بهترین کنسرتوهایی است که تاکنون نوشته شده. عالی است. آرش امینی نواختن ویولنسل را از 4 سالگی آغاز کرد و شیفته آن شد. او فارغ التحصیل کالج موسیقی جولیارد در نیویورک است و اکنون ساکن آن شهر است و به فعالیت‌های هنری خود ادامه می‌دهد. به نظر من این قطعه بتوون بسیار زیبا و پرروح است و برای کنسرت نوروز مناسبه. سیروس بروخیم نواختن ویالون را از 2 سالگی آغاز کرد. او دارای مدرک فوق لیسانس و دکترا از کالج موسیقی جولیارد در نیویورک است. این نخستین باری است که وی کنسرتوی سگانه بتوون را اجرا می کند. بیشتر شبیه یک سفره وقتی که داری می نوازی. انگار از همه بخشای احساساتت عبور می کنی و دست آخر احساس تمجید بهت دست می ده. کنسرتوی بتوون تنها قطعه موسیقی غربی بود که در این کنسرت نوروزی نواخته شد. سایر قطعات موسیقی برگرفته ای از آثار آهنگسازان ایرانی مانند احمد پژمان، بهزاد رنجبران و امید زوفنون، فرزند استاد محمود زوفنون، موسیقیدان سرشناس ایران بود. امید زوفنون در رشته رهبری ارکستر سمفونی در کالج کانسرواتوری وین تحصیل کرده، اما عناصر موسیقی سنتی ایران در مراحل بعدی وارد کارهای او شد و سرانجام به ساختن قطعه منطق الطیر توسط وی منتهی شد. All Persian music is somehow informed by poetry. It's such a Persian sort of characteristic. به نظر من موسیقی ایرانی متأثر از اشعار فارسی است، اما ترانه نیست. در اینجا مانند یک داستانی است که حال و هوای خاص و یا تضادی را در قالب موسیقی بیان می‌کند. دشواری نواختن کمانچه، امین زوفنون برادر امید زوفنون را در کسب مهارت در نواختن این ساز تشویق کرد. امین روسا به عنوان یکی از مدیران فیسبوک کار می‌کند و می‌گوید اجرای این برنامه‌ها به وی آرامش می‌دهد. هنرمند واقعی کسی است که در این حوزه از خود بیخود شده و غرق موسیقی بشود. مایکل مورگان مدیر ارکستر سمفونیک ایست بی در اوکلند است. او میگوید رهبری ارکستر سمفونی با آهنگهای ایرانی کار دشواری است، اما حضور نوازندگان ایرانی در اینجا به وی کمک کرده است. اونا میتونن چیزای زیادی درباره سنت موسیقی و ریتم و آهنگای اون به ما بیاموزن. مردم سنتی همه چیزو یادداشت نمیکنن. باید به نواها گوش داد و اونا رو احساس کرد. تارا کمانگر از 3 سالگی نواختن پیانو را فرا گرفت و اکنون سرگرم کار بر روی آلبوم تازه است که حاوی موزیک پیانوهایی از آهنگسازان ایرانی و روسی است. There aren't many symphonies like the Oakland Symphony that are really reaching out to all these different ethnic groups in the communities and شمار سمفونی های مانند سمفونی اوکلند که از موسیقی قومیت های گوناگون استفاده می کنند اندک است.
این سمفونی ایرانی هایی را جذب کرده که شاید معمولاً علاقه‌ای به رفتن به ارکستر سمفونی نداشته باشند. این کنسرت نوروزی بیش از 2000 نفر از دوستداران موسیقی را به خود جلب کرد. میز 7 سینی که در لابی چیده شده بود، فضای نوروز را تداعی می کرد. برنامه با گلچینی از نغمه های سمفونیک احمد پژمان آغاز شد. در بخش بعدی برنامه کنسرتوی بتهوون اجرا شد. بهزاد رنجبران، آهنگساز ایرانی، در کنسرت حضور نداشت، اما قطعه سه‌گاه او با عنوان سیمرغ که از داستان‌های شاهنامه الهام گرفته توسط اعضای ارکستر سمفونی اجرا شد. برنامه با اجرای قطعه موسیقی منطق الطیر توسط امید ذوفنون به پایان رسید. فضای کنسرت حکایت از نشاط شرکت کنندگانی داشت که از تماشای گزیده های موسیقی ارکستر سمفونی اوکلند خوشنود بودند. مورین هستر، یکی از شرکت کنندگان کنسرت، میگوید با خواندن جزئیات برنامه آدم مطالب تازه‌ای درباره یک کشور یا قاره دیگه میآموزه. مایکل مورگن میگوید این کنسرت تأثیر فوق‌العاده‌ای بر تقدیر فرهنگی داشته است. مهمترین دستاورد ما با اجرای این کنسرت پیوند دادن ایرانی‌ها و آمریکایی‌ها با یکدیگر بود. این چیزیه که در ایجاد صلح و تفاهم میان دو ملت تأثیر خواهد داشت. ما وجوه مشترک زیادی با هم داریم. فقط باید بیشتر همدیگر رو بشناسیم. گزارش صدای آمریکا، اوکلند، کالیفرنیا.